سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با معرفی نژاد خیلی محبوب به نام گلدن روتریور. تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. این سگی که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم نژاد گلدن روتریوره، یک نژاد خیلی محبوب، خیلی دوست داشتنی. مایا یه سگ ماده هست که توی این ویدیو تا آخر این ویدیو با ما خواهد بود و در موردش اطلاعات کلی رو به شما میدیم. این نژاد اصیلش برای اسکاتلند هست و نزدیک به 100 سال هست که ثبت فدراسیون جهانی سگ‌ها شده و ما بهتون توی این کلیپ کاملا توضیح میدیم که چجوری باید نگهداری کنین این سگ و چه رفتارهایی داره، چه ناهنجاریهایی میتونه واسش اتفاق بیفته، به چه چیزهایی حساسیت نشون میده و باید برای نگهداری این نژاد چه اطلاعاتی رو داشته باشید. شاید یه سوالی پیش بیاد برای همه ما که این نژاد چه کاربردی داره و چه کارایی برای ما میتونه داشته باشه. کارایی این نژاد برای ما میتونه به عنوان نگهداری از بچه‌های ما، نگهداری از آدمای مسن و کاربرد اصلی این سگ برای سگای برای هلال احمر هم میتونه باشه. این سگ‌ها سگ‌های زنده‌یاب بسیار خوبی هستن. نژاد گلدن روتریور اصالتش و کاربردش سگ‌هایی هستن که برای شکار توی آب ازشون استفاده میشد و عاشق آب و آب‌بازی هستن. این نژاد نیاز به تخلیه انرژی مثل تمام نژادها داره، ولی این سگو میتونین مدت طولانی هم تو خونه تنها بذارین، ولی زمانی که این سگ به تخلیه انرژی کامل برسه خرابکاری و اون بازیگوشی طولگیش کمتر میشه. این سگها تا 3 سالگی 4 سالگی همون خوی بچگیشون رو دارن، همون بازیگوشیاشون رو دارن، کماکان یه بازیهای بچگیشون رو کماکان انجام میدن، ولی ما باید روزی 1 ساعت یا 2 تا پارت نیم ساعته اینا رو تخلیه انرژیشون رو داشته باشیم که تبدیل به ناهنجاری نشه. این سگ‌ها معمولاً با مهمونا، با غریبه‌ها رابطه خیلی خوبی دارن، مگر اینکه رفتارهای ما به مرور زمان اینا رو تبدیل کنه به یک سگ ناهنجار. اصلاً نمیتونن سگ نگهبان باشن. یعنی شما از قصد اینو دارین که یک سگ گلدن بیارین و برنامه‌ریزی دارین برای آوردن یک سگ نگهبان، دور گلدن رو یه خط بکشین و بذارین کنار. این سگ‌ها سگ خانواده هستن، ولی به این شکل نیست که اینا نتونن نسبت به محیطی که توی زندگی می‌کنن و حس مالکیت دارن واکنشی نشون ندن. نه، به صاحبشون هشدار میدن. شما نژاد گلدن روتریور رو توی خونه‌تون نگه می‌دارین، باید بدونین حداقل روزی یک بار این سگ شونه کشی بشه که هم بیماری‌های پوستی نگیره. این نژاد می‌تونه در مقابل قارچ، در مقابل بیماری‌های پوستی مثل جرب و اینا سریع بدنشون واکنششون بده. سیستم ایمنیشون توی بیماری‌های پوستی یک کم ضعیف هست. این سگ درصد موریزی خیلی بالایی داره نسبت به نژادهای دیگه. نسبتاً میتونه امتیاز بالایی نسبت به موریزی بهش بدیم. این سگ از نظر فرمانپذیری و یادگیری فرامینی که میخوایم باهاش کار کنیم، بشین به خواب یا فرامین عادی که میخوایم باهاش کنیم چطوره، نمره بالایی رو میگیره. تقریبا از 10 میتونه نمره 9.5 رو به خودش اختصاص بده در مورد این قضیه. بسیار حرف گوش کنه، ولی این نژاد رو الان شما امروز دارین کنار من میبینین که راحت نشسته. این راحت نشستن کنار من تجربه شاید 1 سال من روی کار کردن روی این نژاد باشه. این نژاد به شدت کنجکاوه. این نژاد به شدت میتونه زمانی که شما بیرون هستین به سمت کسای دیگه بره، برای ناز شدن یا برای ابراز محبت کردن یا برای بو کردن و این داستان. شما باید طبق یک برنامه مشخص اطمینان حاصل کنید که سگتون کامل بیرون تحت کنترل شما تو محیط اطرافتون که میرین و بعد بتونین سگتون رو بدون قلاده
به توی جایی که جمعیت هست آدم میره سگ‌ها رد میشن با یه اعتماد به نفس بالایی ببرین. سگ‌هایی هستن که به شدت یادگیریشون بالاست و فرمانپذیری خیلی خوبی دارن. وقتی نژاد گلدن روتریور رو به سرپرستی میگیرید یا میارید به خونتون، باید حواستون باشه با یک سگ کاملا شکمو روبرو هستین. این سگ به شدت استعداد چاقی داره، به هیچ نسبت به غذای خاصی حساسیت خاصی نشون نمیده، سمت همه غذاها میره، سگ شکمویی هست و به شدت استعداد چاقی داره. باید رژیمش کنترل بشه، یا دامپزشک مشورت بشه، یا اندازه و حجم غذاش کاملا کنترل شده باشه. خیلی ها برایشون سوال میشه چرا این سگ ها رو به سگ های شکار توی آب هستن معروف شدن. نگاه کنید لای پنجه این سگ یه پره ای داره، مثل اردک، مثل پرنده هایی که تو آب میتونن به راحتی شنا کنن. این پره ها بهشون کمک میکنه که راحت تر بتونن توی آب شنا کنن. و یک موضوع مهم این موضوعه که ما اگه یه گلدنی که میخواییم داشته باشیم و اصالتش، یک موضوع که میتونه اصالتش رو تایید کنه، بودنه این پره های لای انگشت این سگ هست توی این نژاد. خب دوستان، توی پت شاپ ها یه سری قرص های مختص ریزش مو برای نژادهای خاص هست، یعنی نژاد جرمن، گلدن یا هر نژاد دیگه ای. ما میتونیم اگه خیلی علاقه داریم که نژاد گلدن روتیور رو حتما به خونه اون ببریم، مشکل شدید با موریزی این نژاد داریم، میتونیم از اون قرصا استفاده کنیم که میتونه 50-60% جلوی موریزیشون رو بگیره. خب یک موضوع مهم بیماری و ویروس هایی که توی طولگی اکثرا میتونن این سگ ها و نژاد های این سگ به اون واکنش نشون بدن و تلف بشن بابت اون ویروس ها و بیماری. ویروس دیسمپر، ویروس پاروا. ویروس پاروا از طولگی، زمانی که شما سگ رو به سرپرستی گرفتین یا به خونتون آوردین، باید بدونین زمان اون واکسن سگانه ای که تکرار میشه براشون هر یک ماه، حالا بستگی داره شما از سگ و از چه سنی وارد خونتون میکنین یا وارد محیط زندگیتون میکنین، باید حواستون باشه بعد از اینکه واکسناشون رو خوردن، اینا توی محیط بیرون و یا جایی که قراره این سگ رفت آمد کنه بره، به هیچ عنوان چه این نژاد و نژادهای دیگر رو تا واکسنشون رو کامل نخوردن، واکسن سگانه‌ای که میخورن، سه بار این واکسن تو به فاصله یک ماه تکرار میشه. بعد از این اتفاق سگتون رو میتونین جایی ببرین که احساس بکنین سگای دیگه رفت آمد کردن. ولی این نژاد کمی از جرمن، روتوایلر و نژادهای دیگه‌ای که به شما معرفی میکنیم در مقابل ویروس ها مقاومتره، ولی این دلیل برای این نیست که ما این سگ رو قبل از اینکه واکسنش رو بخوره ببریم جایی که سگهای دیگه احساس بکنیم رفت آمد داشتن. حواستون به این موضوع مهم خیلی جمع باشه.